بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق و تفسیر، جلسه 199، مورخ 10 آذر ماه 1400. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. ان مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه السلام ان ابیه قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله ما العلم؟ قال الانصات. قال ثم ما؟ قال الاستماع له. قال ثم ما؟ قال الحفظ له. قال ثم ما؟ قال العمل به. قال ثم ما؟ قال ثم نشره. خصال شیخ صدوق. خب ما طبق روال روزهای چهارشنبه که زحمت میدیم به دوستان و روایتی یا روایاتی اخلاقی هم برای استفاده خودمون و هم برای استفاده دوستان مطرح میکنیم، امروز این کلام نورانی وجود مقدس رسول اکرم است که به نقل از امام صادق و امام صادق از وجود مقدس امام باقر نقل می کنند. و شرح ماجرا این هست که خلاصش برمی گرده به این که علم یعنی چی. موقعی که ما میگیم کسی تحصیل علم می کند، کسی می خواهد عالم بشود، چارچوبه های علم چیست؟ در چه خلاصه می شود؟ حضرت ابتدای جواب مختصری می دهند و طرف قانع به این جواب مختصر نمی شود، جواب دیگری می دهند، باز طرف قانع نمی شود، جواب دیگری، سؤال دیگری می کنند، جواب دیگری میدهند، باز قانع نمی شود، سؤال دیگری می کند، جواب دیگری می شنود و در پایان بالاخره به جایی ختم می شود. جان کلام این است که میگه جاء رجل الی النبی فقال یا رسول الله ما العلم؟ علم برای ما معرفی کنید، بشناسانید، حقیقت علم چیه؟ یعنی از چه ره گذری انسان عالم می شود، برخوردار از علم می شود، مسیری که انسان باید در رابطه با علم طی کند تا کجاست؟ حضرت اولین پاسخی که می دهد و پاسخ بسیار مهمی است، می فرماید الانصات. علم اگر میخواید بهش برسید در سایه سکوت انسان به علم میرسد. معنای در سایه سکوت اینه که آدم گوش باشه و به تعبیر روشنتر توی فضا و توی مجلسی که انسان وارد میشود، اگر مجلس در هم و بر هم و هر کسی سخنی بگوید و حرفی بزند و یعنی پرآشوب، اینجا آدم چیزی گیرش نمیاد. توی محیط آرام، توی محیط ساکت، توی محیطی که همه خودشون آماده کردند
عرض شود خدمتون این که برای شنیدن، این قبل از شنیدنه، چون شنیدن خودش یه مطلب دیگری است، باید محیط و فضا و شرایط آماده باشه. آمادگی محیط هم به این که سکوت بر جلسه علمی حاکم باشه تا انسان بتونه گام‌های بعدی را در رابطه با بهره برداری از این فضای معد برای علم، اون بهره برداری لازم را داشته باشد. لذا حضرت پاسخ میداد الانصات، یکی از شرایط اساسی این است که تو محیطای شلوغ و محیطای پرسر صدا، علیکم السلام و رحمت، تو محیطای این شکلی آدم چیزی گیرش نمیاد، این با اون حرف میزنه، اون با اون حرف میزنه، آدم بیرون میره میگه سری سرصداها و حرفای بود و ما هم چیزی گیرمون نیامد. پس باید محیط آماده باشه. الانصات یعنی سکوت بر اون فضایی که آدم میخواد علم بیاموزد حاکم باشد. این یک. از این یه نکته دیگری هم میشود فهمید و اون نکته اینه که ولو یه استاد با یه شاگرد، ولو دو نفرن، شاگرد زمانی خوب میتونه بهره برداری کند از محضر استاد که خودشو آماده کند برای شنیدن. این فضا باید حاکم باشد. طرف قانع نشد، سکوت، نمیفهمیم نیشه، نه این که نمیفهمیم، حالا فرضاً یه گام از علم سکوته، ولی صرف سکوت آدم چیزی گیرش میاد؟ ثم قال، قال ثم ما یعنی بعضی چی؟ بعضی که فضا آماده شد، شرایط جمع جور شد، شما یه منبر میخواید برید، یک محیط پرآشوب شلوغ، نه گوینده و نه شنونده، هیچ بهره‌ای ندارن، میگه سکوت رو فهمیدن که بر جلسه باید سکوت حاکم باشه. ثم ما، میگه حالا که سکوت حاکم شد، اگر گوینده‌ای در اینجا سخنی گفت، مطلبی گفت، تو گوش بده. ثم الاستماع له، یعنی گوشاتو تیز کن که چه مطلبی تو این جلسه بناس مطرح بشود. فضا آماده، سخنم گفته میشود، آیا تو باید گوش بدهی یا نه؟ باری به هر جهت میگه نه. ثم الاستماع له، ما یه سماع داریم دوستان، بفرمایید. یک، استماع. در باب لهو و لعب و امثال ذلک که بحث حرمتش مطرح می شود، اونجا فقها مطرح می کنند سماع اشکال ندارد اما استماع اشکال دارد، چون استماع یعنی ان قصدن و ان توجهن انسان نسبت به یه مسئله عرض شود خدمتون این که توجه پیدا می کند. لذا گاهی از اوقات آدم مثلا فرزند به گوشش تو خیابون عبور میکنه، یا یه ماشین از کنار آدم عبور میکنه، عرض شود دیده دیروزا دنکجی با انقلاب و دنکجی با همه چی، عرض شود خدمتون این که کار خودشون میکنن، پیچ رادیوشو اونچنان بلند میکنه تو خیابونه قمت تا که همه بفهمن که بالاخره ما زاویه داریم با انقلاب، زاویه داریم با اسلام، با حوزه علمی قم زاویه داریم. پیچ رادیوشو بلند میکنه، کنار شما هم عبور میکنه. خب این استماع نیست، لذا گناهی هم متوجه شما نیست. استماع خصوصیتش اینه که ان توجهن و ان قصدن انسان چیزی را گوش بدهد، این بهش میگن استماع. پس السماع شیئون و الاستماع شیئون آخر. طرف قانع نشد، باز میگه تا اینجاش چیزی گیرمون نیامد، گویا خیلی خیلی آدم عرض شود خدمتون این که حالا ما تعبیر بهتر دنبالش بود، این کلمه استماعی شما دم دست بود، نخواستیم بگیم، عرض شود خدمت شما به این که یه آدم پیگیری بوده، آدمی بوده پیگیر بوده، میخواسته کنه مطلب براش روشن بشه. البته فرمایش ایشون هم تو عرف همینو میگن، میگن سمج. از باب من جد و جد
و من لج بفرمیدا ولج قال ثم من، حالا فضا ساکت آرام، کسی هم صحبت میکنم منم با دو گوشام کاملا بفرمایید مطلب را گوش دادم، چیز دیگه هم هست غیر از این؟ قال الحفظ له، تو اینجا بیای بشینی و حرفا را بشنوی و دو قدم از اینجا که میری بیرون سوال بکنه امروز چه خبر بود، بگید ایشون یه حرفی زد ما هم یه حرفی گوش دادیم. خب کافیه، یعنی آدم میشه عالم با این؟ بله. این همیشه هم که آدم نمیتونه یه بغل کتاب دستش باشه بگه آه من میخوام مراجعه کنم، لذا میگن در باب علم باید برای انسان چه بشود؟ یک کلمه بفرمایید آفرین داره ملکه بشود، لذا میگن طرف ملکه اجتهاد داره. حالا نه اینکه حالا من میخوام بگم همه علوم اولین و آخرین آدم باید یاد داشته باشه، حتی خود مرجع تقلید هم رساله نوشته، تک تک مسائل هم دیده، اما گاهی از اوقات مسئله ازش سوال میکنم میگه به رساله من مراجعه کنید، یعنی همون موقع حضور ذهن ندارد. این اتفاق زیاد افتاده هست، مگر کسانی که دیگه از یه حافظه خیلی قوی برخوردار باشن یا عده‌ای بر اساس مبانی و قواعد حکم مسئله را بیان میکنن، بگن از نظر قاعده مسئله اینه، و بعد که نگاه میکنن میبینن چون بر اساس قاعده حرف زده مثلا بر اساس قاعده است، ولی بسیاری از موارد هم اتفاق میفته اتفاقا این نیست، یعنی یک فقیه بر مبنای اصولیش تو درسش بر اساس قواعد یه مطلبی را مطرح میکنه، ولی اون لحظه‌ای که میخواهد بفرمایید فتوا بدهد میبینید یا جرأت نداره، نه جرأت نداره، این ترسی چی؟ ترس از خدا که حالا همه این حرف اطوری زدن، من درسته که بر اساس قواعد به این جمع بندی رسیدم، ولی میبینید یا احتیاط میکند یا بر اساس نظر مشهور فتوا میدهد، اما کتاب اصولیش که آدم نگاه میکنه خروجی اون کتاب اصولی این فتوایی نیست که اینجا آدم میبیند، خروجی اون بحث اصولی متقن بالا و پایین کردنش یه چیزی دیگه است، اما در مقام فتوا این شکلی است. پس الحفظ له، آدم باید سعی کنه حتی المقدور مطالبی را، و من گاهی غبطه میخورم دوستان نسبت به طلبای عزیزی که میبینم دفترچه های کوچیکی دستشونه و روایات را موضوعی یادداشت کردن و این روایات موضوعی را حفظ کردن، یعنی هر جا گاهی از اوقات پیش میاد دیگه، شما براتون پیش آمده میره تو شهرستان خودتونو برای یه سخنرانی آماده کردید، برای سخنرانی بعدی آماده، اصلا تو ذهنتون نبوده که حالا زمینه برای سخنرانی بعدی هم پیش میاد، یه وقتی میگن آه یه جلسه مجلس ختمی هم هست، آقا تازه فوت کرده امشب هم شما باید برید منبر، شما مثلا این دفتر دستکاری که با خودتون بردید با مجلس ختم بفرمایید نمیخونه. اما اگر احیانا آدم دو تا روایت درست حسابی از بر باشه، از حفظ باشه، یا یه دفتر کوچکی که خیلی کم معونه است، من دیدم بعضیا موضوعی آمدن بحث کردن نوشتن، چند تا دفتر کوچک که حجم زیادی هم نمیگیره و همیشه میتونه همراهشون باشه به جای حمل کتابهای دیگه، روایت نوشتن پیرامون روایت هم چند تا نکته زیرش نوشتن، بگیم منبر چقدر طول میکشه، هرچی شما کوتاه‌تر صحبت کنین مردم دعاتون بیشتر میکنن، و هرچه طولانی تر صحبت کنید مردم میگن که تا اون میگونه ما کار و زندگی و بساطی اینا داریم. الحفظ له، حفظ کنید اونایی را که عرض شود خدمتون، این که فضا براتون آماده شده و سکوت به استماع کرده اید حفظ کنید. و نمیشه اون آقا ازش سوال کردن که عرض شود این مسئله چیه حکمش، گفت که امام صادق 250 تا مسئله برده بوده و آیت الله بروجردی هم 250 تا دیگه بهش اضافه کرده، و اینه که شما سوال میکنید نه از 250 تا امام صادقه و نه از 250 تا آیت الله بروجردی، سوی پیداست تو ذهنش نبوده به این شکل میخواد توجیه کنه که اصلا مسئله شما خارج از شریعته، اینطور خارج از شریعت نبوده، خارج از ذهن مبارک آقا. الحفظ له، یعنی مسئله را حفظ کنه، به ذهن بسپره، واقعا مقید باشید، بخصوص تا جوانتر هستید توصیه میکنم.
پاک کمی به سن گذاشتید دیگه حافظه همراهی نمی کنه. من خودم دارم عرض می کنم به عنوان مثال، اون مواردی که در آغاز طلبگی، شروع طلبگی، دعاهایی که همون موقع از بر کردم الان کاملا از برم، تعقیبات نماز امثال ذالک مقید بودن اینا، ولی اگر احیانا یه دعای جدیدی زمان میبره، اون موقع خیلی زمان نمیبرد ولی الان زمان میبره تا من بتونم اونو حفظ کنم. من رفته بودم کرمانشاه، آقازاده، یکی از کلمه آقازاده هم نمیشه گفت ولی اون بالاخره میگیم، یکی از علما نوجوانی بود، بعد از نماز صبح نشست دیدم دعای عهد خوند. خب منم رفته بودم اونجا منبر، دعای عهد از بر نبودم واقعش، دیدم این نوجوان قشنگ این دعای عهد را من اولی الی آخر، همونجا با خودم عهد بستم، گفتم از اینجا که حرکت میکنم تو سفر و تو خونه تا این دعای عهد را حفظ نکنم و هر روز اون را نخوانم دست بر نمیدارم و به فضل پروردگار عالم، این بیعت با امام زمانه، دعای عهد این بیعت با امام زمانه. من از اون روز تلنگرش از اون نوجوانی بود که طلبه هم نبود، بعد آمد طلبه شد و الان قومه بشم رسیدم، گفتم این دعای عهدی که من حفظ کردم و بقیه دعاها به برکت اون تلنگری بود که تو به من زدی. خب من دعای عهد میخوندم، رو مفاتیح میخوندم، ولی گفتم این جوان به این زیبایی میخونه، خیلی خشنگ میخونه، اونم از بر، چرا من از بر نخونم؟ ولذا مقیدم دیگه. حالا انشاءالله که ریا نیست، انشاءالله که نیست، خدایا بدان که من قصدم اینه که به دوستان منتقل کنم. مقیدم ما من یوم الا این که با دعای عهد یا در مسیر میخونم یا در تعقیبات نماز صبح میخونم، این دیگه شده جزء اذکار و ادعیه لازم ما. والحفظ له، سعی کنید الان خیلی موارده مسائلی که میخونید تکرار کنید. آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ببخشید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، میگه من دو سه بار بعضی از درس‌ها رو خوندم، دو سه بار تو حالتش نگاه کن، یعنی یه بار ادبیات خونده رفته تا آخر دوباره شروع کرده تا چه بشود براش، همون کلمه شما ملکه بشه. شما الان ادبیات خونده اید، ما هم ادبیات خونده ایم، الان هم من تا مدت‌ها این اشعار سیوطی را که هم موقع می‌خوندیم و حفظ کرده بودیم، واقع مطلب هر موقع یه مصرعش می‌گفتم تا آخرش من می‌رفتم. اینا را سعی کنید به خصوص مسائل اصولی، مسائل قواعد فقهیه و ادبیات، فرصت‌هایی که گاهی پیدا می‌کنید این ادبیات را واقعا یه مرور کنید، چون فرار علم، علم فراره، بعض مدتی این سینه صاف میشه، پاک میشه، هیچی توش نیست. بلذا مرور کنید هر فرصتی که گاهی پیدا میکنید رو قواعد صرف، قواعد نه، یه مرور یک ماه بذارید برای مرور قواعد صرف و نه، دوباره برمیگرده ذهنتون آشنا میشه، اصلا الان به نکاتی میرسید که اون موقعی که میخوندید به اون نکات اصلا تعبدن میپذیرفتید، ولی الان با تجزیه و تحلیل میپذیرید این مسئله رو. الحفظ الله کدومش؟ مثلا مدنی همون دو برد ها، بله. اگه این مقدار نمیفهمید که خیلی مشکل در اسلام دید، نه اینطور نبود، نه من حسن زنم به خودت بیشتر از خودت. قال سم مه، به این قانع نشد به حفظ کردن، خب حفظم کردم بعد چی؟ قال سم مه، گفت که فرمود که، حضرت فرمود که فضا آماده بود، تو هم گوش دادی، بعدم بفرمید حالا جای عمله، نه استماع دوباره میخوای برگری استماع. ثم قال ثم ما قال العمل به، فرضاً چهار تا روایت هم ما حفظ کنیم، چهار تا دستور اخلاقی هم حفظ کنیم، اما بین ما و بین عمل فرسنگ ها فاصله باشد، چه نتیجه،
باز سوال میکنه ثم ما، راه را نشون میده، یعنی نقطه آغازین طلبگی تا اونجایی که طلبه کارش به ثمر مینشیند. فضا آماده، گوش دادن، حفظ کردن، بفرمایید عمل کردن. قال ثم ما، قال ثم نشرو، یعنی طلبه وقت تبلیغ ولو برای 4 نفر، ولو برای 5 نفر، ولو برای خانوادت. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه میگن اون ایامی که جوان بودند و بانشاد بودند، خب میرفتن رسما تبلیغ. یعنی اینطور نیست که مراجع از اول مرجع بودن، نه، مراجع مراحلی داشتن، تبلیغ میرفتن. همین مراجع فعلی ما حفظهم الله تعالی، اینا ما یادمون هست جای تبلیغشون هم خبر داریم کجا تبلیغ میرفتن. مرحله به مرحله به وظیفه عمل کردن. ایشون این اواخر که نمیتوانست تو خونه به خصوص روز عاشورا منبر میرفت و کل خانواده و طایفه دوربر ایشون مینشستن، ایشون منبر میرفت، میگفت این کار تبلیغی نباید تعطیل بشه. بند البته او گره میزد به وجود قدسی حضرت ابی عبدالله حسین، اون هم روز عاشورا. ببخشید، ان شاء الله موفق باشید. خب ما در بحث تفسیریمون چند تا نکته کلیدی محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض بکنیم. آیه ای که محل بحث ما بود دوستان، آیه این بود، یا تونست آیه یا نه هست یادتون منطور نمیخواید بگید چون بله، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا، بد معامله کردن، کفر ورزیدن. یعنی موقعی که نبی اکرم مبعوث به رسالت شد، اینا قبل از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت بشود سنگ پیغمبر را به سینه می‌زدن که آیه پیغمبری میاد که این پیغمبر ما را هم، این پیغمبر ما اونو تأیید کرده، در مقابل کفار استدلال بساط اینا. ولی موقعی که پیغمبر آمد، دید آمدن پیغمبر همون به جمع شدن بساطشون، بفرمید بغیان تعدیان عن الحد، تعدی از حد کردن و در نتیجه عرض شود محضر مبارک شما که آمدن و در مقابل پیغمبر ایستادن. برای چی؟ روز گفتم خدمتون، چرا پیغمبر از نسل و نژاد ما نیست؟ چرا از بنی اسرائیل نیست؟ چرا از آل اسحاق نیست؟ میگه خدا از هر که دلش بخواد بزرگی میدهد. ان ينزل الله من فضله على من يشاء، شما چه کارید میگید تعیین تکلیف برای خدا میخواید بکنید؟ ينزل الله من فضله، بفرمایید الا این پیغمبر الا من یشاء دیگه من عباده. بعد قرآن خیلی با اینا بد برخورد میکنه، میفرماید فباءوا بغضب على غضب، یعنی خشمی بر خشم دیگر گرفتار شدن و بازگشتن به خشمی بر خشم دیگر. حالا توضیح میدم که اون خشم اول چی بوده، خشم دوم چی بوده. و بعدم میفرماید که ولل کافرین عذاب مهین، آدمی کافر یعنی کسانی که در مقابل حق میستن. کفره ای ستره، به کشاورزم میگن چی آقا؟ کافر. یعنی اگر یه وقتی به کشاورز گفتید کافر، بگید بدت نیاد. کفره به معنای پوشندنه و کافر چون گندم را زیر خاک پنهان میکند، الکشاورزو به قول او بنده خدا کافرون، یعنی کافر لغت از لغوی اینه. اون کافری هم که ما میگیم چون ستر الحق، حق را میپوشاند، به او میگیم کافر.
به کشاورزم که میگیم کافر یعنی ستر الحنته تحت تراب، گندم را زیر خاک پنهان میکنه، لذا میشود کافر. ولی الکافرینه عذاب مهین. خب ما چند تا نکته خدمت آیون امروز بگیم. این خشم دوچندان برای یهودیان برای چی؟ خدای متعال در پایان آیه می فرماید فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. یعنی بنی اسرائیل همطور که عرض کردم به خشمی پس از خشم دیگر گرفتار شدند، چون این یهود این برخوردی که با پیغمبر کردند اتفاقا با حضرت عیسی هم که برخورد کردند خیلی عجیبه، چون حضرت عیسی کی آمده؟ ایها الفضلاء المعاصرین، آفرین، تو تورات وعده آمدن پیغمبر داده شده بود یأتی من بعدی اسمه احمد. الله یعنی این ناسپاسی اینها، حق نشناسی اینها، بد برخورد کردن اینها منحصر نبوده به نبی گرامی ما، بلکه نسبت به حضرت عیسی هم این شکلی عمل کردن و چهره خوشی به پیامبر نشون ندادن خیلی، و به ایشون اتهام هم زدن تا اونجایی که به گمان خودشون گفتن حضرت عیسی را به دار آویختند که قرآن برای رد این چی میفرماید اگه گفتید آفرین دارید و شبه نیست و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه بذالک، شبه چیه؟ تا این که اینا به گمان خودشون عرض شود خدمت شما به این که گفتن حضرت عیسی را به دار آویختن، اما طبق آیه قرآن می‌فرماید که و قولهم انا قتلنا المسیح ابن مریم، ما مسیح ابن مریم را کشتیم و به دار آویختیم، اونم رسول الله. قرآن میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، امر بر اینا مشتبه شد، مسلوب نکردن، عرض شود خدمتون این که به دار نیاویختن، امر بر اینا مشتبه شد، خیال کردن اونی که به دار آویخته شده بفرمایید حضرت عیسی. و در اون زمان متاسفانه بنی اسرائیل با حضرت عیسی به گونه‌ای دوستان برخورد کردن که مستوجب غضب الهی شدن. لذا یکی از معانی فباؤوا بغضب علی غضب یعنی گرفتار غضبی بعد از غضب دیگر شدن. اون غضب اولی چیه؟ طبق این معنا انکار حضرت عیسی. غضب دوم چیه؟ انکار نبی مکرم اسلام. فباؤوا بغضب، این یکی از معانیش، معانی دیگه هم داره عرض میکنم. خب مستوجب غضب الهی شدن و در این زمان همین بنی اسرائیل با پیامبر اسلام رفتاری از خود نشان دادن که خدای متعال اینها را سزاوار غضب خودش دانست، عرض شود خدمتون. و بعدم فرمود وللکافرین عذاب بفرمایید. من چند تا نکته میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، بعضیش نکات لغویه و بعضیش هم لغویه هم تفسیریست. یکی کلمه فباؤوست، فباؤو به الف واو فباؤو، کلمه باؤو به معنی رجعه هست در لغت، باء ای رجعه، باء همزه هم آخرش ای رجعه، و در اکثر موارد متاسفانه رجعه به خیر نیست، بلکه با او را در جایی به کار میبرن که رجعه به شر است. دوستان گرفتن مطلب؟ با فلان کس یعنی گویا رجعه به یه امر
شری، اینا هم با او برگشتن از اون حرفایی که قبلا میزدن به پیغمبر اسلام میبالیدن با او رجعو، منتها رجعو الى خیر او رجعو الى شر، رجعو الى شر. لذا نه مطلق رجوع مورد نظر نیست، فبا او معمولا در رجوع به شر مطرح می شود دوستان. و با او به غضبن، یعنی اونها به غضب الهی بازگشتند، یعنی یک بار مورد غضب بودند دوباره برگشتند بفرمایید به غضب. اینم از این نظر، یعنی از اون مقام معنوی که خدای متعال برای اینها درست کرده بود و میتونستن از اون مقام معنوی بفرمایید استفاده کنن، از اون مقام معنوی رجعوا الى شر. زیارت اربعین کسی حفظش هست اینجا؟ و بذل موجته فیک، بقیش هم تا اینجاش که همه بلدن زهر. خب و قد توازر علیه من غرت الدنیا و با حزه بالارزل ادنا، و با حزه بالارزل ادنا، با حزه یعنی اون حز و بهره ای که خدا برای اینا قرار داده بود اگر راه درست می رفتن، بالارزل ادنا یعنی به یه چیز پستی معامله کردن و فروختن. این فبا او بغضب علا غضب معناش این است که از اون چیزایی که خدای متعال برای مؤمنان قرار داده که مؤمنان اگر این کارا را انجام بدن برخوردار از نعم الهی میشوند، از اون حالت برگشتن الى شر ای الى غضب من الله تبارک و تعالی. روشن شد برای فضلا؟ خب لذا از بعد معنوی به انحطاط کشیده شده. این یه مطلب. عرض شد خدمت شما بین که از این آیه، عرض شد خدمت شما بین که اینطوری استفاده می کنیم که اینها سابقا نیز مشمول غضب واقع شده بودند، چون میگه بی غضب علا غضب، یعنی تازگی نداره. منتها الان به غضب مضاعفی مبتلا شدند. در اینجا کلمه با در بغضب، با کلمه با در بغضب، با او بغضب، این با شما در ادبیات خونده اید دیگه، گاهی لسببیه است، گاهی معانی دیگری دارد، گاهی به معنای الهی. ببینیم این در بغضبن، این با بغضبن در چه معنایی جانم؟ حالا یکی یکی میریم جلو، یکی هم به معنای معنی. آفرین آفرین، یعنی همین کلمه با در بغضب، یکیش به معنای الاست، چون در فعل با معنای رجوع اشراب شده، در نتیجه میگیم با او بغضبن، یعنی رجع او الى غضبن، با به معنای الهست، چون در کلمه با معنای رجوع اشراب شده، موقعی که میگیم با او ای رجع او بغضبن ای الى غضبن، با به معنای الهست. روشن شد آقا؟ ایه من. یا این که عرض شود خدمتتون این که گاهی از اوقات ما به معنای معه میگیریم، همطور که آقا فرمودن به معنای معه باشد، با او مع غضب علا غضب، یعنی با غضبی بر غضب دیگر، رجع او الى غضب که با به معنای الا باشد، باب معنای مم هست، یعنی با یه غضبی غضب دیگه هم بر سرشون وارد شد. اینم یه معناست، به معنای سببیت نیست در اینجا. هر چه معنای همراهی، معنای معه همراهی و تحمل
عرض شود درش هست. ظاهر در آیه هم این است که لذا جای دیگه هم داریم اینی اریدو انتبو باسمی و اسمک، یعنی من میخوام عرض شود خدمتتون این که تبوعه یعنی ترجع با گناه من و گناه تو، که باب معنای چه است آقا؟ معز. این آیه دیگری است که میخونیم ما، اونتا شاهد میاریم که باب معنای معز. این مربوط به داستان حابیل و قابیله. داستان حابیل و قابیله، حابیل به برادرش قابیل میگه برادرم اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من هرگز به قتل تو دست نمیزنم، چون میخواهم تو با گناه من بسمی، یعنی ما اسمی، اسم با فیت و نقطه، تو با گناه من و گناه خودت نزد خدا بازگردی. یعنی من عکس العمل نشون نمیدم، دلم میخواد همینطوری برگردی، یعنی ترجع انتبوه، ترجعه عرض شود خدمت شما به این که بسمی و اسمک یا وسمک، یعنی با گناه من و گناه خودت، یعنی با یک بار مضاعفی پیش خدای متعال محشور بشوی. یعنی دست دراز کنی ممکنه منو بکشی، موقعی که منو کشتی گناهانی که به گردن من بوده عملا به گردن بفرمیدا خودت بیفته و گناهان خودت هم سربالاش. تبوع بسمی و بسمک، روشن شد معنا؟ یعنی تو تحمل کنی هم گناهان من و هم گناهان خود. اگه تو بخوای منو بکشی دست به سوی من دراز کنی، من کاری نمی کنم. اینی ارید و انتبوع، همون باعه هست، باعه یبوعو به معنای رجعه، انتبوع بسمی و بسمک، یعنی تو بار گناهان منم به گردن تو میفته، من بی گناه را میخوای بکشی و کش دیگه. قابیل آمد که را کشت و همون جا گریز اخلاقی بزنم یا گریز سیاسی بزنم، اون نقطه آغازین دو اردوگاه بفرمیدا ظلم و ستم و بیداد در مقابل عدل و عدالت، از همونجا شروع شد و هرچه ما آمدیم جلو این دو جبهه را هر روز محسوس تر می‌بینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.